افشای تلاش قطب‌زاده برای کودتا در کشور و ترور امام موجی از تعجب و خشم در جامعه به وجود می‌آورد. کشف این توطئه با تلاش نیروهای هوشمند سپاه پاسداران صورت گرفته است. حجت الاسلام و المسلمین ریح شهری رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی ارتش اعلام می‌کند قطب‌زاده با همکاری سلطنت طلب‌ها و برخی روحانی نماها در صدد اجرای این توطئه بوده است. قطب‌زاده در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعتراف می‌کند که هدف اصلی طرح براندازی ترور امام خمینی و دیگر مقامات کشور بوده است. منتها با این مسئله، با این حرف که ما در جریانش بودیم که ایشون مریضه. خرمشهر آزاد شد. این خبر امروز سوم خرداد 61 ایران، منطقه و جهان را تکان داد. صدام برگ برنده خود را از دست داده است. الله اکبر. امروز دوشنبه 3 61 می باشه. برادران اصلا را از شهر خونیشهر بیرون میارن. تعداد اونها زیاده که حتی شمارششون ممکن نیست. خرمشهر نماد مقاومت مردم ایران به شمار می رود و از لحاظ نظامی اشغال آن صدام را در موقعیت برتر قرار داده بود. عملیات بیت المقدس در 3 مرحله و با سختی ها و دشواری های فراوان اجرا می شود، اما در نهایت با آزادسازی تاریخی خرمشهر معادلات نبرد را به نفع ایران تغییر می دهد. امام خمینی همچون تمامی تحولات و حوادث بزرگ انقلاب در فتح خرمشهر نیز با صدور پیامی لبریز تراوت معنوی تلاش می کند توجه ملت را به سوی مبدع تمامی تحولات یعنی پروردگار متعال جلب کند. این خدای تبارک و تعالی است که این پیروزی ها را نصیب شما و نصیب ملت شما کرده است. یه مسئله نیست که ما که امر عادی حساب بکنیم و پای خودمون حساب کنیم. این مسئله مافوق طبیعت است. این مسئله روی عنایاتی است که خدا به شما کرده است و دارد. حامیان صدام از پیروزی چشمگیر مدافعان اسلام ایران به شدت به تکاپو افتادن. شورای امنیت که در 2 سال اخیر در قبال پیشروی های ارتش صدام در داخل ایران تقریبا سکوت کرده است، با صدور قطعنامه 514 خاتمه فوری کلیه عملیات نظامی را خواستار می شود. آمریکا نیز رسما وارد مناقشه می شود. واینبرگر وزیر دفاع این کشور اعلام می کند کاخ سفید از پیروزی های ایران نگران است و اجازه نمی دهد ایران منافع آمریکا را در منطقه به خطر بیاندازد. آمریکا چه منافعی می تواند در اینجا داشته باشد جز منابع زرخیز شما؟ و چه دوستانی می تواند اینجا داشته باشد جز آنهایی که به عنوان دوستی خدمتگزار هستند؟ آمریکا دوست نمیخواد، آمریکا خدمتگزار میخواد. ما ملت ما و دولت ما ایستاده ایم و در مقابل هر سلطه‌جویی ایستاده ایم و تا اون وقت که توان داریم مخالفت میکنیم. اعضای شورای عالی دفاع، مسئولان سیاسی و فرماندهان نظامی جنگ امروز با حضور امام خمینی جلسه محرمانه‌ای دارند تا ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر را بررسی کنند. اگرچه خبرهای کمی از این جلسه به بیرون درز می کند، اما بعدها مشخص می شود که در این جلسه مهم سه راه کلی که در مقابل ایران قرار دارد بررسی شده است. راه اول، مذاکره با صدام و تلاش برای گرفتن حقوق ایران از طریق گفتگو است. حمایت صریح شورای امنیت، آمریکا، روسیه، چین، اروپا و ارتجاع منطقه از صدام و سابقه صدام در پاره کردن قرارداد رسمی دو کشور درباره اروندرود به روشنی نشان می‌دهد مذاکره با رژیم بعث به جایی نخواهد رسید. راه دوم، پایان دادن به عملیات نظامی و اکتفا به موقعیت فعلی است. این راه نیز عملاً به اشغال بخش‌هایی از خاک ایران رسمیت می‌بخشد، چرا که نیروهای ایرانی در عملیات بیت المقدس فقط 17 کیلومتر از مرزهای بین‌المللی ایران را آزاد کردند و حدود 1000 کیلومتر دیگر همچنان در اشغال عراق است.
ضمن اینکه قدرت پدافندی لازم در مرزها در شرایط فعلی عملاً وجود ندارد. راه سوم ادامه استقامت، پیگیری عملیات نظامی و همزمان تلاش برای دستیابی به صلح شرافتمندانه و تضمین شده است که در پرتو آن حقوق ملت ایران به رسمیت شناخته شود. امام خمینی پس از تأمل در راه‌های مطرح شده، راه سوم را که مورد تأکید فرماندهان نظامی و مسئولان سیاسی کشور است، میپذیرد و مسئولان جنگ برای برنامه ریزی لازم بسیج میشوند. در برخی محافل شنیده میشود برخی کشورهای منطقه به ایران پیشنهاد دادن غرامت کردند، اما پیگیری‌های بیشتر نشان میدهد هیچ وعده قابل تکیه‌ای وجود ندارد. اسرائیل به جنوب لبنان حمله و جنایات فراوانی را بر ضد مسلمانان انجام داده است. امام از بی‌اعتنایی کشورهای منطقه به ویژه دولت‌های عرب ناراحت است. ما این دردها را کجا ببریم؟ این مصیبت‌ها را پیش کی طرح کنیم؟ این سکوت‌هایی که تشویق می‌کند ستمکاران را باید به کی عرضه کنیم و از کی بخواهیم که عنایت کند و این سکوت ها را بشکند؟ جمعیتتون کم است، ثروتتون کم است، نفتتون ناچیز است، همه امکانات هست لکن یک چیز نیست و اون ایمان است. حساسیت ذاتی ملت مسلمان ایران به سرنوشت فلسطین و قدس شریف باعث شده بحث اعزام نیرو به لبنان این روزها در محافل نظامی و حتی سیاسی طرفدارانی پیدا کند. امام هوشیارانه عمق این انحراف را در می‌یابد و تأکید می‌کند مسئله اصلی جنگ با عراق است و هیچ چیز نباید این مسئله را کمرنگ کند. عملیات رمضان با نوعی ناکامی روبرو شده است. دشمن با تجربه گرفتن از شکست‌های فتح المبین و بیت المقدس و استفاده از تجربیات مستشاران روسی و آمریکایی در دو جنگ جهانی اول و دوم، تغییرات وسیعی در میدان نبرد و آرایش نیروهایش ایجاد کرده است. فرماندهان و تصمیم گیران جنگ بدون توجه به این تغییرات و بر اساس تاکتیک‌های قبلی عملیات رمضان را طراحی کردند و به همین علت با وجود شجاعت رزمندگان و وارد آمدن تلفات فراوان به دشمن، عملیات به نتیجه محسوسی نمی‌رسد. امام خمینی هر روز با گفتار و رفتار خود درک و بینش ملت و مسئولان را از اسلام عمق می‌بخشد. اما امروز 31 مرداد 61 در دیدار با مسئولان دادسراها و دادگاه‌ها، حقوق بشر در اسلام را با جملاتی ساده تبیین می‌کند و جلوه‌هایی بدیع از رعایت شأن و حقوق انسان از جمله حقوق زندانیان را در افکار عمومی ترسیم می‌نماید. باید این معنا را توجه بکنند که حدود الهی معناش این نیست که کسی که مستحق قتل است ما فوشش بدیم، جایز نیست، یا بهش چیلی بزنیم، حق نیست، یعنی قصاص برویم. یک نفر آدم جانی که دارن میبرنش حبسش بکشندش، اگر شما یک سیلی بزنید او باید حق دارد به شما سیلی را عوض بزنید. گفته میشود ده ها نفر از نمایندگان مجلس و برخی از مسئولان کشور میخواهند به حج بروند. امام از بیتفاوتی این مسئولان نسبت به مسائل مهم کشور ناراحت به نظر میرسند. الان چند روز است که به من مکرر گفته شده است که دارد مملکت برای این توجهی که دارن به سفر حج فلج میشه. وکلای مجلس میخوان همه مشرف 140 نفر یا بیشتر مشرف بشن. البته عضو دارن میگن این تعطیلی اونهاست، لیکن ما فکر این رو بکنیم که ما امروز تعطیل داریم، ما امروز می توانیم در این وضعی که کشور ما دارد استفاده از تعطیل بکنیم و شورای قضایی هم میگن بسیارشون میرند، شورای نگهبانم خب شونم میرند و از سایر پشت ها هم همینطور. اگر واجب باشد مکه خود پیش که دروش که نمیتونه بگیره باید هم برن.